با نام ویاد خداوند. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان: تیرباران شدن 27 پنجشیری توسط نیروهای طالبان، پیوستن فرماندهان برجسته طالبان به جبهه مقاومت ملی، هراس و ترس رئیس جمهور تاجیکستان از دولت طالبان، و در ادامه این گزارش درگیری نفسگیر طالبان و گروه داعش در قندوز. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. وبسایت خبری صدای افغانستان نوشته است که تعداد دیگری از طالبان به مقاومتگران پیوستند. به تازگی یک فرمانده طالبان با 20 تن از نیروهای تحت فرمان خود در بدخشان پرچم مقاومت را برافراشته و علیه گروه طالبان اعلام جنگ کرده است. منابع محلی روز یکشنبه 24 میزان به خبرگزاری صدای افغانستان گزارش داده است که فرمانده طالبان با 20 تن از افرادش شب گذشته در شهرستان راغ بدخشان به جبهه مقاومت ملی پیوسته است. با گفته منابع، این فرمانده طالبان شجاع الدین نام دارد و قبلا در صفحه ارتش پیشین افغانستان کار میکرده. منابع مذکور از شهرستان راغ میافزاید که این فرمانده و نیروهایش با خود جنگ افزارهای سبک و سنگین و مهمات را نیز به جبهه مقاومت بردند. باید افزود که در یک ماه اخیر چندین فرمانده طالبان با نیروهایی که رقمشان به بیش از 200 تن میرسد با تمامی تجهیزات نظامی و مهمات در چند شهرستان بدخشان به نیروهای مقاومت ملی پیوسته و در برابر گروه طالبان اعلام جنگ کردند. از سوی دیگر یک منبع معتبر از بدخشان نیز به خبرگزاری صدای افغانستان گفته است که شب گذشته نیروهای جبهه مقاومت و گروه طالبان در این شهرستان با هم درگیر شدند و تلفات سنگین به گروه طالبان رسیده است. یک منبع از بیمارستان مرکزی بدخشان گفته است که از درگیری شب گذشته 2 کشته و 6 زخمی از نیروهای طالبان به این بیمارستان منتقل شده است. با این حال در 2 ماه اخیر جبهات مختلف در 10 شهرستان بدخشان در برابر گروه طالبان با پرچم جبهه مقاومت نبرد را آغاز کردند و شهرستان شوکی نیز برای مدتی از کنترل گروه طالبان خارج شده و به دست نیروهای جبهه مقاومت افتاده بود. و گزارش دیگر از اسپوتنیک افغانستان: تیرباران 27 اسیر در پنجشیر از سوی جنگجویان گروه طالبان در ماه گذشته. یک نهاد پژوهشی در بریتانیا با بررسی عکس‌ها و ویدیوهایی از کشتار نیروهای مخالف طالبان از سوی جنگجویان گروه طالبان در پنجشیر می‌گویند که این گروه 27 اسیر را در این ولایت بر رگبار بستند. یافته های پروژه پژوهشی افغانستان ویتنس یا گواه افغانستان با گزارشش روز سه‌شنبه 26 میزان منتشر کرد که طالبان در ماه گذشته در ولایت پنجشیر 27 مرد را اسیر کردند و سپس به ضرب گلوله کشتند. مرکز غیر انتفاعی مقاومت اطلاعات مستقر در بریتانیا که اطلاعات درباره رویدادهای ضد حقوق بشری در افغانستان را جمع آوری و تحلیل و تجزیه می کند، این ویدیوها و عکس‌ها را که عمدتاً توسط افراد گروه طالبان منتشر شده بررسی کرده است. یک از ویدیوها که در این پروژه تحقیقی بررسی و تایید شده، 5 مرد را نشان می‌دهد که طالبان چشم‌ها و دست‌هایشان را بستند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جنگجویان طالبان به مدت 20 ثانیه به این مردان گلوله باری می کنند و فریاد شادی سر می دهند. پژوهشگران این مرکز تاکید می کند که طالبان روش های وحشیانه را علیه نیروهای مخالف خیش و همچنان حامیان این نیروها استفاده کرده است. همچنان گزارش می افزاید که در این پروژه تحقیقی 17 قتل غیرقانونی دیگر نیز از تصاویر بیشتر در رسانه های اجتماعی تایید شده که همه مردان مرده با دست های بسته از پشت را نشان می دادند. این در حالی است که ماهی گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که طالبان 40 جنگجوی جبهه مقاومت را کشته و بیشتر از 100 تن دیگر را در پنجشیر اسیر گرفتند. چندی بعد عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است که یک هیئت در حال بررسی فیلم‌های منتشر شده در شبکات اجتماعی است. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی گفته بود که طالبان با کشتن اسیران جنگی که تسلیم آنها شده بودند مرتکب جنایت جنگی شدند و فیلم‌ها گواه این امر نیز می‌باشند. در همین رابطه اجساد یک فرمانده جبهه مقاومت با پسرانش بعد از یک ماه دفن شد. بستگان محمد یار فرمانده جبهه مقاومت در پنجشیر میگویند که بعد از یک ماه موفق شدند اجساد او و سه پسر و برادرش را از کوه پایین و دفن کنند. به نقل از رسانه ها اجساد محمد یار فرمانده جبهه مقاومت با پسرانش بعد از یک ماه دفن شدند.
گفته می شود که یار محمد فرمانده قرارگاه شعبه جبهه مقاومت در ولسوالی حصه اول پنشیر بود و او یک ماه قبل با سه پسر و یک برادرش بعد از اسارت توسط طالبان به دست این گروه کشته شده است. گفته می شود که همراه این فرمانده دو پسرش کشته شده، اما اکنون منابع می گویند که سه پسرش همراه او بودند و همه آنها کشته شدند. منابع محلی می گویند که ساکنان ولسوالی حصه اول بعد از یک ماه قادر شدند اجساد فرمانده محمد یار و محمد اسحاق، محمد امیر، محمد دانیار پسران و همچنان محمد الدین برادر او را از کوه پایین کنند و بعد از 5 ساعت پیاده روی آنها را در گورستان روسای باغ نو دفن کردند. به گفته منابع ساکنان محل، اجساد 5 نفر دیگر را نیز از کوه پایین و دفن کردند. گفته شده است که 3 نفر از این افراد از ساکنان ولسوالی دره هستند. باید افزود که پیش از این طالبان حملات گسترده‌ای را برای سرکوب جبهه مقاومت در پنشیر انجام دادند. گفته می شود که در این درگیری به دو طرف تلفات سنگین نیز وارد شده است. و یک گزارش دیگر از افغانستان اینترنشنال، رئیس جمهور تاجیکستان می گوید که ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ضروری است. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرده است که به منظور پیشگیری از خطرات، ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ضروری شده است. امام علی رحمان میگوید که تروریست ها همچنان در تلاش عبور از مرزها هستند. او بیشتر گفته بود که در افغانستان ده ها هزار مجاهد و انتحاری آموزش میبینند. با گفته او، تروریست ها از خاورمیانه به افغانستان منتقل میشوند و فعالیت گروه های تروریستی در این کشور تهدید جدی برای آسیای میانه می باشد. آقای رحمان این اظهارات را در کنفرانس همکاری بین المللی و منطقه امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست ها بیان شده است. باید افزود که این کنفرانس روز سه‌شنبه 26 میزان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. امام علی رحمان در این نشست با اشاره به افغانستان تهدیدات امنیتی منطقه را جدی دانسته و از گسترش افکار افراطی در بین جوانان هشدار داده است. رئیس جمهور تاجیکستان گفته است که در برخی از مناطق جهان انواع تروریسم تبلیغ می شود و با شعارهای ایدئولوژی افراطی بروی ذهن جوانان کار می شود. او گفته است با وجود تلاش چشمگیر سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای، برخی کشورها رویکرد واحدی در جلوگیری از رشد تروریسم ندارند. و در ادامه این گزارش، درگیری طالبان و داعش در شهر قندوز، 5 عضو داعش و 1 طالب کشته شده است. مسئولان امنیت طالبان در ولایت قندوز در شمال شرق کشور میگوید که در پی حمله نیروهای این گروه به یک مخفیگاه نیروهای داعش در این ولایت 5 داعشی کشته شدند. اما منابع دیگر از کشته و زخمی شدن 3 عضو طالبان نیز خبر دادند. عبیدالله عابدی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ولایت قندوز میگوید که یک مخفیگاه داعش صبح امروز شنبه 26 میزان در حوزه دوم شهر قندوز کشف شده است. به گفته عابدی، در پی عملیات ویژه نیروهای طالبان بر این مخفیگاه 5 عضو داعش کشته شدند. این عملیات بر یک منزل مسکونی در ساحه سرک نو حوزه دوم امنیتی شهر قندوز اجرا شده است. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در قندوز میگوید که افراد داعش این خانه را به کرایه گرفته بودند و میخواستند از آن به خاطر اخلال امنیت مردم استفاده کنند، اما پیش از رسیدن به هدف کشته شدند. در همین حال یک منبع معتبر دیگر میگوید که در نتیجه درگیری صبح امروز در شهر قندوز به نیروهای طالبان تلفات وارد شده است. منبع گفته که یک عضو طالبان در این درگیری کشته و دو عضو دیگر نیروهای طالبان زخمی می شود. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد تازه ترین خبرهای امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت های همین گزارش با همه با اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.